امروز ایران سوگوار حادثه تروریستی اهواز. اهواز سیاه‌پوش در مراسم تشییع قربانیانش. مادری داغدار. پدری دردمند. زنی سوگوار برادر، همسر. غم کودکی که زخم بر دل ایران گذاشت. ستون خانواده هایی که به یک بار ویران شد. در ودایی با همراهی همه مردمان، خانواده هایی هم هنوز در بیمارستان ها چشم به راه بهبود عزیزانشان نشستند. 70 تن مجروح این حادثه. محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد که عده‌ای از عاملین مرتبط با این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند و نیروهای امنیتی تا آخرین نفر را شناسایی خواهد کرد تا دنیا بداند ایران جای چنین جنایت‌های ضد بشری نیست. با این حال علوی جزئیات بیشتری از هویت این افراد را عنوان نکرد. گروه الاحوازیه که سابقه چندین عملیات تروریستی را در داخل با مقاصد جدای طلبانه دارد و عمدتاً در اروپا، هلند و دانمارک تشکیل نشست و جلسه می‌دهد، مسئولیت حادثه غیرانسانی اهواز را پذیرفته بود. حالا اما طی بیانیه این مسئله را تکذیب می‌کند. هرچند که حبیب جبر، رهبر این گروه، در توییت آخرش بار دیگر از حاکمیت اعراب بر خلق اهواز با هی جیمی حرف زده و آمادگی این گروه را برای پرداخت بهای این آزادی اعلام می‌کند تا اهواز آزاد شود. پیشتر تهران با 1000 سفرای هلند و دانمارک مقر اقامت گروه الاحوازیه خواسته بود تا قاطعانه مقابل این اقدام تروریستی بیستند و افراد مرتبط با این گروه را برای دادگاه به ایران مسترد کنند. پاسخ سخنگوی امور خارجه دانمارک هم در صورت ارائه شواهد کافی از سوی تهران قول مساعدت است. آنها اعلام کردند که مستندات تا به اینجا ناکافی است. الحمدلله. از سوی دیگر اعماق، رسانه‌ای منتسب به گروه تروریستی داعش، ویدئویی را منتشر کرده که طی آن عملیات تروریستی اهواز را اقدامی از سوی این گروه اعلام می‌کند. هرچند که گروه الاحوازیه مدتی بعدتر مدعی شد که این ویدئو را داعش از آنها دزدیده. ولی الله ان شاء الله با اخلاص ما ریان نوا ان شاء الله وعده بهشت. ما مسلمان مو کافره. هیچ وقت جهنم جمع نمی‌ریم. در میان زوایای ناروشن پرونده شناسایی عاملین این حادثه تروریستی، آنچه اما پیداست اقدام برای کشتن انسان‌هایی است که نه فرصت دفاع از خود داشتند و نه راهی برای گریز. بدون شک آن تفکری که 3 نسل را هدف گلوله در اهواز قرار داد، به دنبال ایران آزاد و آباد نبوده و نیست. فیروزه جابانی، اتاق خبر.